و از اون طرفم استاد اکبر گلپایگانی. استاد اکبر گلپایگانی دیشب که ما هم بودیم صحبت میکردیم، یک پیام بسیار زیبا و قشنگی برای سپاسگزاری و تشکر از کادر پزشکی ایران، از پرستارا، از پزشکان آماده کردن که داریم مونتاژش کنیم، برای چند روز آینده براتون پخشش میکنیم. ولی همه الان من این اجازه دارم که از طرف استاد اکبر گلپایگانی، جهانگشای آواز ایران، اسطوره موسیقی ایران، به همه بگم، به اطلاع همه برسونم که استاد گلپایگانی از همه پزشکان، پرستاران و کادرهای پزشکی ایران به خاطر این جانفشانی که در این راه داره میکنه سپاسگزاری میکنه و دستان گرم شما رو میفشاره. هنرمندایی که گفتیم، گلپا نمونشه، با همه فرق میکنه. تو خانوم ها داریم همیرا، همیرا اعتبار موسیقی ایران. من شاهد بودم که بارها اومدن خانم رو بخرن و ایشون خودش رو تسلیم نکرده. در همین پاریس مهمان من بود مجاهدین خلق، مسعود رجبی، خودش نامه نوشت، گردنبند طلای علی محمد براش فرستاد، شخصیت های بالاشون اومدن هتل به دیدنش، ولی ایشون بهشون گفت نه. همون موقعی که دیگران رفتند و اونجا استفاده کردن، بعد اومدن الان بیرون، همشون اومدن بیرون، همیرا جاودان هست در تاریخ موسیقی ایران. و بقیه داریم هنرمندایی مثل همیرا، ما بسیار داریم. و همین خاطر هنرمندان چون همیرا هم که تسلیم تازیان نشدن، خودشون رو نرفتن به تازیان و 500 هزار دلار بفروشن، من میخوام بگم که پول میاد و میره. چقدر پول شما حرام کردید تو این سالا؟ حالا میرید از سعودی پول میگیرید، پول میاد و میره، نامه که میمونه، نام اکبر گلپایگانی، نامه که میمونه، نام خانم همیرا و همه اونهایی که مثل شکیلا، مثل حتی شهره که خودش نمیفروشه به این تازیان و دیگر هنرمندان عزیز بسیاری که همچنان به ایران میاندیشن. پوره منوی عزیزم هم شوربختانه چیزی گرفته که من واقعا ناراحتم و احساس ناراحتی میکنم و خیلی از ما، من از بهروز رسولی میخوام که تلفن کنه. قبلا هم خواسته بودم ازش، وقتی گل داد به گوگوش، گفتم تو این گل باید میدادی ناصر ملک‌نوچی، گفت به خانم پوری بنایی که تو رو آورد بالا، همه هر چه داری از پوری بنایی داری، همه دنیا میمونه. ولی خب الان باید زنگ بزنی، حالش رو بپرسی، رسما بیای از خانمت، من اجازه رو بهت میدم، خانمت روی زمین حسودیش نمیشه، کتی زن بسیار خوبی است، لیلا دخترت هم همینطور، اون دوتا حتی به تو توصیه میکنن که این کار بکنی. آقای شجریان، همه شما صداش گوش کرده بشه، ایشون مدتی از جهان رفته، شوخی هم نداریم، خود اونا اعلام کردن بردن تو بیمارستان، توی اتاق این دو تا از پزشکای همونجا با ما صحبت کردن، گفتن ما توی اتاقی که ایشون هزینه که ما داریم میریم که الکی ایشون رو نگه داشتن، با پول روزانه‌ای که مصرف میشه برای یک اتاق توی بیمارستان برای ایشون، ما میتونیم 400 تا بیمار کرونایی رو مداوا کنیم، 400 تا. چرا اونجا ایشون روز 22 بهمن که از جهان رفته بود اعلام نکردن و خودشون میگن که تنفس مصنوعی میدیم، 10% اون موقع ریش کار میکرده و الان وصل به کامپیوتر، یعنی اون اکسیژنی که میدن اینجوری گذاشتن که اون کامپیوتر کار کنه. پرویز اصفهانی 70%ش کار میکرد، بنده خدا رو تو بیمارستان انگلیس کشتن، 4 روزم بیشتر تو بیمارستان نگهش نداشتن، بیمه هم داشت و خیلی دیگه. چرا ایشون نگه داشتن؟ چون روز مرگش 22 بهمن بود. گفتم 22 بهمن اگه بگیم شجریان مرده، کار دنیا خرابه که. و چون ایشون خواننده حکومتی است، حالا تو هر کار دلت میخواد بگو، هر چیزی، آقا ایشون خواننده حکومتی است، از روز نخست خود روحانی هم گفت، وقتی روحانی اومد اینو به عنوان استار خودش مطرح کرد و گفت من صدای شجریان رو گوش میکنم، اصلا بپرس دو تا تنها شجریان بخور اکتریس بخونه، دروغ میگه، به خاطر مثل دروغای دیگه استفاده تبلیغاتی کرد برای انتخابات خودش ازن. و خودش گفته هست که من با شجریان در خانه خامنه ای آشنا شدم، منم میدونم، من مشهد بودم، خامنه ای مرید و رفیق شجریان بود، برای خمینی خوند و چه، یه خواننده حکومتی است ایشون، از 40 سال پیش تا حالا خواننده حکومتی بوده،
همه رو ممنوع کردن، کسایی نمیتونن بخونن، کار نکنن. ایشون خواننده حکومتی بوده، حتی اومده با حکومت هم رفته جلو. مثلا ایشون خودش عکس داره با خامنه‌ای، با خمینی، با رفته دیدنش هستن، من رو خبردار، با تمام سران رژیم، آقای کرباسچی ایشون چقدر وقت شهردار بود، با همین عکس داره. ولی وقتی یه عکس علیرضا افتخاری با اون یارو گرفته بود، ایشون اومد مصاحبه کرد، گفت کار بدی کرده، چرا رفته با این آدم؟ آقا تو خودت یه اونازی عکس گرفتی اون یه بار یعنی استفاده حکومتی هم از بنده خدا کردن. و الان هم 400 نفر هزینه شو باید بدن که ایشون آقا تو اون بیمارستان باشه. کار نادرستی است. اینا همه حماقت و بلاهت و بت‌سازی ما از الکی بت درست میکنیم. آخونده رو میبریم بالا، جلو روش هم که هستیم داره چرت و پرت میگه، میترسیم بزنیم تو گوشش. این پروژه قرار بود سال 1981 اون موقعی که کتابش نوشته شده بود عملی بشه، اما یاد می‌دارم این پروژه رو بارها گفتم، شما با بچه‌ی رشید دلیل دلاوری که رفتین جنگ ایران عراق 8 سال مقاومت کردید و اونها فکر نمی‌کردن میتونید مقاومت کنید، شما ای رو به تعویق انداختید. می‌خواستن خوزستان اونجا از ما بگیرن، به این شاه سعودی گفته بودن آقا این همه آخه تو داری میلیارد میلیارد خرج می‌کنی که علیه ایران در هر سطح و فلان اینا. گفته بود هیچ ناراحت نشی، ما وقتی که خوزستان رو جدا کنیم از اونجا در عرض یه ماه همه خرج رو در میارم. برای همینه که الان رسیدن حتی یه هنرمندا میگن آقا چرا هنرمندا چهار تاشون رفتن اونجا؟ بابا اینا که از قبل تو تلویزیون اونا داشتن که برای اونا کار میکردن. بعدم هنرمند و من میشناسم بهتر از هر کسی دیگه، هنرمند مثل آخونده، همشون نه برخیشون، اینا مثل آخوندان هر کسی پول بده برای ختنه سرون بچه‌ت، من خودم اینا رو آوردم میاد. بزرگترینشون میگه آقا یه ختنه سرون توی پاریستان تو لس آنجلسی 5000 دلار اون موقع با 2000 دلار اون موقع، الان بگو 10000 دلار، اینا برید تاپ میاد با کله میاد، با کله میاد. هنرمند که مبارز سیاسی نیست که، شما اشتباه گرفتی، شما در همون حماقت و بلاهت و بت‌سازی خودت همه اینا شامل همون که میگه خودش میگه اکثر اون رایش ارون میگه بیشور هستن میشه. یک کسی که صداش خوبه ترانه یک آقای خوبی رو خونده، شما اصلا ترانه سار رو نمیدون اسمش چیه، آهنگساز نمیدون اسمش چیه، میری سر دست براش میشه. حماقت تویه، وگرنه این یه جشنیه که اینها میذارن تو سالن. هم 50 نفر 60 نفر بودن، همه خود خانواده شاه. اصلا جشنم جشن شاهان هست، کسی دیگر هم بلیت عمدن گذاشته بودن 800 دلار که نره کسی هم نمیتونست بره، تازه بخواستی بره با تان کارت شناسایی دگرها رو، اصلا غیر ممکن بود کسی بره راه بدن برای خودشون. و تحقیر تو، تحقیر ایران که آقا ما میگیم سردار شما رو که میگی غیر میزنیم، مملکت شما رو میکشیم، همه هر کتاب تو برو خوابتو ببین، تو برو خوابتو ببین. ابله خامنه ای، ابله روحانی. البته شما جورج سورز رو شنیدید که یکی همتون طلاب رو اتران برای ایشون بوده، یک شخصیت جهانی ایشون، در موردش باید برنامه مفصل من برم. و همه چیز دنیا دست ایشونه، حتی تظاهراتی که توی لبنان و عراق و اینا شروع شد مال ایشونه، بنیاد ایشون انجام میده. این من نمیگم، برید بخونید، اطلاعات جهانی است که وجود داره. ای فوندیشنش برای دموکراسی میگه از دموکراسی یارو که سواد نداره یا اگه نون نداره بخوره دموکراسی چه بفهمه چیه؟ یارو که میاد بیرون هفته میکشه خوار مادر همسرشو میزنه میکشه، انتقامات شخصی تو تمام این سالها شده، حتی ایران خودمون شد همون اوایل انقلاب یه بود یه خبر مهم بهتون. خب توقع شماست که آقا این نه خواننده راننده سر جای خودش، آدم سیاسی، آدم فرهیخته، آدم اندیشمند، کتاب نوشته، تحقیق کرده، شما رو دنبال کنید.